تو این قسمت از کازمیک کانکشنز میخوایم در مورد اسب بخار با هم صحبت بکنیم اسب بخار یا هورس پاور که خیلیاتون میدونید چیه خیلیاتون هم فقط شنیدید بیشتر هم در مورد ماشین شنیدید ولی شاید دقیقا ندونید که اسب بخار به چه معنی هستش بعد از اونم میخوایم یه مقایسه بکنیم بین اسب بخار یه سری وسایل نقلیه با هم دیگه ببینید این قسمت رو خوش اومدید به یک کازمی کانکشنز دیگه تو این قسمت میخوام در مورد یکی از چیزهای مورد علاقه خودم صحبت بکنم در مورد اسب بخار یا هورس پاور که خب مرتبط به ماشین هست این روزا بیشتر چیزی که ازش میشنویم میخوایم مثلا ببینیم اسب بخار چیه خیلیاتون احتمالا میدونید ولی خب دقیقتر در موردش توضیح میدیم و بعدم یه مقایسه میکنیم بین اسب بخار یه سری از وسایل نقلیه معروف دنیا که همتون احتمالا ازشون شنیدید خب شروع بکنیم ببینیم که اصلا اسب بخار واژهش از کجا آمده واژه اسب بخار از اواخر قرن 18 میلادی توسط یه مختره اسکاتلندی به اسم جیمز وات به وجود اومده ایشون توی معدن زغال سنگ کار میکرده همیشه دنبال یه راه حلی بوده که یه واحدی برای محاسبه مقدار توان اسبهایی که در واقع دارن سطح زغال بالا میکشن پیدا بکنه اینطوری میشه که به این نتیجه میرسه که یعنی تست میکنه که هر اسب میتونه توی هر ثانیه یک وزنه 75 کیلوگرم یا یک متر بلند بکنه حالا منظور از بلند کردن با تناب و غرغره هستی که توی تصویر هم دیدید بعد این آقای جیمز وات از این روش برای محاسبه نیروی تولید ماشینای بخار استفاده میکنه که از همون جام اسم کلمه اسب بخار معروف میشه و بعدم تعیین میکنه که هر اسب بخار تولید شده توسط یک ماشین ماشین بخار معادل 746 واته که البته این یک عدد خود ساخته است که البته تبدیل به یک استاندارد هم شده که میدونید که الان امروزه این عدد برای محاسبه نیروی تولیدی موتورهای پیستونی و توربینی و غیره هم استفاده میشه حالا بریم سراغ مقایسه جالبمون بین وسایل مختلف وسایل نقلیه مختلف که حالا حتما وسایل نقلیه شخصی عمومی نیست جلوتر متوجه میشید بریم شروع بکنیم از چیزایی که خیلی به چشممون میاد توی خیابون میبینیم و شنیدیم ازشون از یه ماشین شناخته شده توی کشور خودمون شروع کنیم یه و 26 تیپ 2 به صورت استاندارد 75 اسب بخار قدرت داره حالا کاری نداریم که بعضی تونش میکنن تقویتش میکنن و این اسب بخار تغییر میکنه تیپ 5 البته اسب بخارش متفاوت است تیپ 56 ولی پژو 206 تیپ 2 که عموما توی خیابون همه ما میبینیم خیلی هم تو زندگیمون داشتیم 75 اسب بخار قدرت تولید میکنه حالا واسش کنید به اون قانون های بالا یا حتی کمتر از اون میتونیم یه هوندا 125 رو که ما ایرانی ها دیگه خیلی باهاش آشنا هستیم و زیاد تو زندگیمون دیدیمش مقایسه بکنیم یه هوندا 125 همین موتورسیکلت هوندا 125 فقط حدود 10 اسب بخار قدرت تولید میکنه یا مثلا فرض کنید یه هیوندای آزرا که خب خیلیاتون میشناسید و توی کشور خودمون هم زیاد دیده میشه که موتور 6 سیلندر داره حدود 235 اسب بخار توی این مدلی که توی ایران هست قدرت تولید میکنه بعد از اون میتونیم یه کمی دیگه عددا رو ببریم بالاتر میریم سراغ یه موتورسیکلت خیلی خفن کاوازاکی نینجا H2R خیلی از موتور میشناسنش رکورد سرعت داشت تا چند سال پیش که 310 اسب بخار میتونه قدرت تولید بکنه ببینید الان پژو 75 اسب بخار یه موتورسیکلت کاوازاکی نینجا h 2 آر 310 اسب بخار قدرت داره یه اتوبوس مسافربری معمولی حدود 450 اسب بخار داره حالا باز هستن اتوبوسایی که بالاتر یا پایینتر هستن ما هیچ استاندارد رو داریم در نظر میگیریم یه قدم میریم جلوتر یک BMW m 3 مدل سال 2023 یعنی مدل همین امسال حدود 473 اسب بخار قدرت داره یه رویز رویز فانتوم که خیلیامون دوستش داریم حدود 560 اسب بخار قدرت داره البته میدونید که این فقط به این معنی نیست که اون رویز رویزی که 563 به بخار داره حتما تندتر از اون بی ام و میره این ربطی نداره این در واقع نیروی تولیدی هست قدرت موتور هستش وزن دخیل هست و خیلی فاکتورهای دیگه تکنولوژی دخیل هست وزن دخیل هست و خیلی زیاد دیگه مثلا این فانتوم وزنش خیلی زیادتر از اون بی ام و ام 3 هست و طبیعتا توی سرعت نمیتونه پای پای اون بی و ام 3 حرکت بکنه یه ماشین فرمول وان بین 750 تا 1000 اسب بخار قدرت تولید میکنه از این مرحله به بعد دیگه وارد ماشین های هایپرکار میشیم مثل لافراری که در مجموع با دو تا موتور پترول و الکتریکیش 949 اسب بخار قدرت داره که دیگه چرا بهشون میگیم هایپرکار به خاطر اینکه قدرتشون از توانشون از یه قدرت ماشین عادی دیگه بالاتر میره اصولا که حالا هایپرکار کار ها هم خیلی ها هستن دیگه نمیخوام زیاد وارد جزئیاتش بشیم یه تانک اموان به صورت استاندارد حدود 1500 اچ یا همون هورس پاور اسب بخار قدرت داره یه هواپیمای ماستانگ پی 51 که خیلی دیدینش تصویرشو که تک موتوره هست و خیلی هم معروفه حدود 1743 اسب به بخار تولید میکنه جالب اینجاست که ریماک نورا یا ریمک نورا که ماشین فول الکتریک هست حدود 1914 اسب به بخار قدرت تولید میکنه ببینید ماشین الکتریکی دارن ما رو به کجا میبرن دیگه از این مرحله به بعد بهتری که از ماشینا خارج بشیم به خاطر اینکه حالا ماشین داریم مثلا دیویل 60 اگر اشتباه نکنم توی دبی هستش که اسب بخارش بیشتر از این راست. ولی دیگه اینا ماشین استاندارد نیستن ولی ریماک نورا رو میتونید سفارش بدید و بخرید از این مرحله بعد از ماشین عادی خارج میشیم یه هلیکوپتر آپاچی که خیلیاتون میدونید جنگنده آپاچی میتونه 3780 اسب بخار قدرت تولید بکنه یه لوکوموتیو استاندارد معمولی میتونه 4000 اسب بخار قدرت تولید بکنه یه ماشین تاپ فیول درگستر ماشینی که مخصوص درگ هستن مثل یه پیکان تیز میمونن اونا حدود 9000 اسب بخار میتونن قدرت تولید بکنن به خاطر همینم هم صفر تا صدای عجیب غریبی دارن و توی مسافت های 400 متر با هم دیگه مسابقه میدن اصطلاحا مسابقات درگ یه فایتر اف 35 حدود 17000 اسب بخار قدرت تولید میکنه این عددا دیگه اسکیلش داره تغییر میکنه 17 هزار یه سری بزنیم به زیراب دنیای زیراب یه زیر دریایی یو اس اس لس آنجلس حدود 35 هزار اسب بخار قدرت تولید میکنه یه بمب افکن بی 52 که خیلیاتون دیدینش چهار تا موتور روی بالش کس که هر کدوم در واقع دو تا موتور هست با 8 موتورش 140 هزار اسب بخار قدرت داره دیگه رقم دیگه عجیب غریبه هواپیمای کنکورد افسانه ای که این روزام تو پیج من خیلی صحبتش بود و لگوشو ساختم 144 هزار اسب بخار قدرتش هست که به خاطر همینم هم میتونسته با در واقع با اون دوتا موتورش با سرعت دو برابر سرعت صوت حرکت بکنه و جزئیاتش رو که خودتون میدونید چقدر عجیب غریبه یه بوینگ 777 از حتی از اونم میتونه بیشتر قدرت تولید بکنه حدود 175 هزار اسب بخار قدرت داره یه بوینگ 777 که خیلی هم سایز بزرگی داره این بوینگ میدونید جالبه که این هواپیما با این عظمت میتونه تو 6 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر در ساعت برسه یعنی 0 تا ثانیه هست خیلی عجیب غریبه ما ماشینای استانداردی که تو طول روز سوار میشیم 0 تا از 6 ثانیه بالاتره یه ناو هواپیما بر جنگنده هم اینایی که روش هواپیماهای فایتر رو میذارن و توی اقیانوس برای جنگا شرکت میکنن حدود 255 هزار اسب بخار هست موتور خونش دیگه از اینجا به بعد رقم بازی ما عوض میشه چرا چون میخوایم بریم به چیزهایی که مربوط به فضا هست چیزی که مورد علاقه من هست چرا عوض میشه به خاطر اینکه ما برای اینکه بتونیم از جاذبه زمین از گرانش زمین فرار کنیم باید نیروی زیادی تولید بکنیم قدرت زیادی داشته باشیم اسپیس شاتل ها که دیگه الان بازنشست شدن حدود 15 میلیون و 700 هزار اسب بخار با بوستر اصلیشون قدرت تولید میکردن اصلا چیز عجیب غریبیه 15 میلیون و 700 هزار اسب بخار بعد از اونم که تا مدت خیلی زیادی موشک ساترن 5 که پروژه آپولو هست میدونید سال 1969 انسان رو به فضا بر... به ماه برد اول بود تا مدت زیادی با 160 میلیون اسب بخار موشک ساترن 5 که انسان رو به ماه برد 160 میلیون اسب بخار قدرتش است این قدرت معادل 2 میلیون و صد هزار تا تیپ دو هست که من تقسیم کردم یعنی ببینید قدرت یه راکت معادل دو میلیون و ای پژو دیویسیشه یا معادل 267 هزار تا لامبورگینی هوراکان هست عددها اصلا عجیب قریبه الان هم بعد از اون میدونید که موشک ستارشیپ که در موردش توی چنل هم زیاد صحبت کردیم که مشغول تستای نهاییشم هست ظاهرا قرار قدرتی نزدیک به دو برابر این تولید بکنه البته من سرچ کردم خیلی از اسب بخارش اطلاعات دقیقی پیدا نکردم راکت اسلس هم همینجوری هستش که قرار پروژه آرتمیس باشه انجام بشه اونم ظاهرا جزء قدرهای دنیا هست و فعلا در حال حاضر میدونیم که البته نه به صورت عملی ولی استارشیپ قوی ترین اسب بخار رو داره تو این وسایل به خاطر اینکه کارش رو انجام داده بازنشست شده و دیگه الان نوبت استارشیپ هست امیدوارم از این مقایسه خوشتون اومده باشه من خودم خیلی علاقه من به ماشین هستم و اسب بخار و وقتی عددار رو مقایسه میکنم یه 160 میلیون اسب بخار یک راکت رو مقایسه میکنم با یک مثلا پراید 50 اسب بخاری سرم سود میکشه چاک کریم